کودک آزاری در صدر تماس های اورژانس اجتماعی. آیا میدونید که گزارش نکردن کودک آزاری جرمه؟ بنا به اعلام سازمان بهزیستی در سال 95 2467 تماس با اورژانس اجتماعی به دلیل کودک آزاری برقرار شده. از سوی فعالان حوزه اجتماعی در ایران میگن که هنوز کودک آزاری های بسیاری رخ میده که گزارش داده نمیشه. البته برخی از موارد کودک آزاری چون در خانه از سوی خانواده رخ میده پنهان میمونه، چرا که خانواده اجازه نمیده کسی از کودک آزاری فرزندشون مطلع بشه. با توجه به ساختار و وجود برخی تابوها در ایران، بیشتر گزارش‌ها یا خبرهایی که در این ارتباط منتشر میشه مربوط به کودک آزاری جسمیه، چرا که هم سریع‌تر قابل تشخیصه و هم اثباتش هم راحت‌تره، مثل ضرب و شتم کودکی در یک مدرسه. به هر سو در سالی که گذشت کودک آزاری در صدر تماس‌های شهروندان با اورژانس اجتماعی ایران بود و اما امروز در برنامه روی خط از شما میپرسیم که آیا تجربه شخصی در این زمینه داشتید یا شده که شاهد کودک آزاری باشید. واکنش شما به این مسئله چی بوده و اینکه آیا میدونید که طبق قوانین ایران خودداری از گزارش موارد کودک آزاری خودش جرمه؟ اما راه‌های ارتباط برنامه با بهروز در برنامه روی خط شرکت کنید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس رو می‌بینید در تصویر کنار من. در طول برنامه هم همشون زیرنویس خواهد شده، احتمالاً با خیلی هاشون آشنا هستید. میتونید چه با شماره تلفن ما تماس بگیرید یا اینکه اگر اسکایپ دارید با اسکایپ روی خط که به شما امکان تماس تصویری رو هم میده. روی خط در شبکه‌های مختلف اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر اکانت داره، در اونجا هم میتونید با ما در تماس باشید. ضمن اینکه اگر تلگرام دارید که خیلی ها دارند، کافیه سند وی او ای رو جستجو کنید و از اون طریق با ما حتی در طول برنامه در تماس باشید و نظر بدید. من بهروز صمدبگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. البته پیش از اینکه سراغ خطا بریم، جا داره اشاره کنیم که 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری قراره که در یک ساعت پیش رو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم سخنرانی کنه که به محض شروع در واقع سخنرانیشون براتون با ترجمه همزمان رو پخش خواهیم کرد. اما آقای حاتمی از تهران از طریق تلفن همراه ماست. آقای حاتمی سلام، بفرمایید روی خط هستید. آقای حاتمی سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام، بله صدای من رو دارید الان؟ بله بفرمایید. بله میخواستم یه چیزی عرض کنم خدمتتون که حرف مناسبی زدین در مورد کودک آزاری و اینکه خب الان هم خیلی موضوع مهمی در پیش این سخنرانی های سازمان ملل. یه نگرانی هایی برای مردم ایران هست، اینکه یه نفر که خودش مثلا مثل آقای ترامپ گزارش حقوق بشر، آقای حاتمی من از شما خداحافظی میکنم، تلاشتون در مورد مسائل دیگری است که خارج از موضوع برنامه است، خدا نگهدار. به لرستان بریم. آقای امرایی از طریق تلفن امرایی ماست. آقای امرایی سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. آقای سیگارچی تشکر میکنم از اینکه وقت رو در اختیار من دادید، اما قبل از اینکه این اسرائیلیه بیاد صحبت کنه اجازه بده آقای امرایی با شما هم خداحافظی میکنم. ممنون از شما که تماس گرفتید. بعد از اشاره ای داشته باشیم به برخی از حوادث مشابهی که در مورد کودک آزاری حداقل به صورت گسترده رسانه‌ای شد، مواردی نظیر ستایش نیریزی، ستایش قریشی، آتنا استانی و تازه ترین خبری که مربوط به کودک 11 ساله‌ای که 50 ضربه چاقو کشته شد، موارد از این دست بسیاره. اما اون چه که در مورد کودک آزاری در ایران قابل توجه اینه که فقط مواردی که در واقع مربوط به آزار جنسی میشن به صورت گسترده رسانه‌ای میشه و در واقع توجه بسیاری خودش به خودش جلب میکنه. اما
بخش دیگری هست که بسیاری شاید اون رو تجربه کرده باشن، چه در محیط خونه چه در محیط در واقع آموزشی مثل مدرسه، و اون ضرب و شتم کودکان. کودک آزاری فقط بحث کودک آزاری جنسی نیست، بخش کمی از اون مربوط به مسائل جنسی هستش، اما بخش گسترده اون برمیگرده به کودک آزاری های جسمی و کودک آزاری های روحی. اما بد نیست پیش از اینکه سراغ خطا بریم نگاهی داشته باشیم به یک تجربه اجتماعی که در واقع یکی از کشورها یک سری جوان اومدن این رو به آزمایش گذاشتن تا واکنش مردم، مسئولیت پذیری مردم رو در قبال کودک آزاری در واقع بسنجن، که اون رو با هم ببینیم. خیلی کوتاه برمیگردیم. Why aren't you misbehaving? Hey. Yo. Step back. That's my kid. I don't care. That's my kid. I don't care. That's my kid. If you kick him again, I'll kick you. Listen. All right? Mind your business. Listen, that's my kid. I could do whatever I want with him. I'll kick him. If you kick him, I'll kick you. Watch out. Back up. What are you doing? Back up. Thanks a lot for saying something. We're actually raising awareness for child abuse, and you did a great thing. No one said anything? You guys said a lot. Thanks. از این دست ویدیو بسیار هست در اینترنت، میتونید جستجو کنید و تجربه های مختلف رو ببینید، واکنش های مردم رو. اما تجربه شما از چنین مسئله در ایران به چه صورته؟ واکنش ها در ایران فکر میکنید به چه صورته؟ با توجه به اینکه در این ویدیو حتی فرد اشاره میکنه که فرزند خودمه، اما شهروند با جایگاه اجتماعی که خودش داره و مسئولیت شهروندی که داره قابل قبول نیست براش که چنین رفتاری با اون کودک انجام بشه. بیاید روی خط و تجربه خودتون برای ما بگید. آقای بهمن از تهران بفرمایید روی خط هستید. ما خسته نباشید. ممنون آقای بهمن. ببینید متاسفانه یک سری به حساب ناآگاهی هایی هست در بین جامعه و افراد جامعه که بیشتر دامن میزنه به ادامه کودک آزاری. اینکه افراد فرق تنبیه یا فرق کودک آزاری رو با مثلا حالا ادب و تربیت نمیدونن، اینکه حد و مرز این دوتا کجاست اینو نمیدونن، اینکه طرف بچه خودش باشه یا اینکه بچه غریبه باشه به زمی که به پدر اون هست، والدین اون بچه هست، هر بلایی بخواد سر اون در بیاره، این برای مردم ناشناخته است که این مرزش کجاست و آیا هر کسی مثلا میتونه ورود کنه به این مسئله یا نه. و واقعا متاسفم از حالا یک سری بینندگان که میان یک سری حرفای نامربوط میزنن. اینو ما ملت اگه نگاه کنیم درون جامعه خودمون از این افراد زیاد هستن و یک عزم ملی و یک اقتداری هم نیست که بخواد با اینجور افراد برخورد بکنه. ما سعید طوسی رو داریم میبینیم که چندین سال به حساب تحت لقای رهبری، زیر عبای رهبری محفوظ مانده، از اون چیزی که باید به حساب به سرش بیاد حق بشه. افرادی هستن که سالهای سال دارن دوندگی میکنن ولی به هیچ جا نرسیدن. آقای بهمن، شما خودتون به عنوان شهروند تا بار شاهد در واقع چنین رفتار یا کودک آزاری بودید از نزدیک، چه در خیابان چه در محیط های آموزشی، به هر صورت در هر مکانی، و اینکه واکنشتون چه بوده؟ بله، من چند بار در مدارس در حالا سطح جامعه به حساب شاهدش بودم، مخصوصا یک صحنه که در حالا یک تقاطعی بود، کودک کاری بود که شخص اون اونجا گماشته بود به عنوان کار، به باد کودک گرفته بود که حالا بازیگوشی میکرده، خیلی دنبال درآمد و کار نبوده، ولی خب به حساب دخالت کردم و حتی کار ما به کلانتری هم کشید، ولی خب نذاشتم بیشتر از اون حد به حساب اون تعرضی بکنه به اون کودک. فقط از مردم میخوام که این حد و این مرز رو بشناسن کجاست. آقای بهمن، فقط میشه اشاره کنیم به کلانتری رفتیم، میشه یه بخش کوچیک هم اشاره کنیم که برخورد کلانتری با این گزارشه که شما دارین به چه صورت بود؟ آیا حمایت کرد؟ به چه صورت بود؟ حمایتی آنچنانی بخوام بگیم حمایتی نکرد. در بعد ورود به حساب از من از طرف سوال کرد که چه کاره این بچه هست، متوجه این که اگر که فرد همین که میگفت من والده درجه یکش هستم، به حساب افسر نگهبان گفته بود که اگر این همچین ادعایی میکرد مطمئن باش شما شب اینجا نگه میداشتن چرا که دخالت کردی، این
پدرش بوده والدش. یعنی اگر فردی که بچه رو داره میزنه یا ضرب و شتم به بچه پرداخته که پدرش باشه، فرد شاکی یا کسی که حامی بچه بوده رو بازداشت میکنن؟ بله این به حساب صحبت با من داشتن در پاسگاه. ممنون از شما آقای بهمن که تماس گرفتید. در ادامه برنامه روی خط همراه ما باشید. سری جدید فرارو، دوشنبه تا پنج شنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. در ادامه برنامه روی خط همراه ما هستید. برنامه امروز موضوعش هست کودک آزاری در صدر تماس‌های اورژانس اجتماعی ایران. اما در بخش از صحبت‌های آقای بهمن از تهران اشاره کردن به اینکه تجربه مشابهی داشتن از چنین چیزی و اشاره کردن که فردی که شاکی هستش در مقابل کودک آزاری، اگر فرد کودک آزار پدر باشه، حتی کلانتری‌ها با خود شاکی، فردی که حمایت کودک رو به عهده گرفته، برخورد می‌کنه. اما بعد نیست تو این بخش با بهروز اینو مطرح کنه. بهروز، قانون ایران اساساً در این زمینه چی میگه؟ روایتی که آقای بهمن کرد افشار روایتی است که خلاف قانونه. قانونی وجود داره در ایران مصوب 1381 که کاملاً چیزی خلاف این رو میگه و اگر تصویرش آماده باشه میتونید ببینید که مرکز پژوهش‌های مجلس این متنش رو منتشر کرده. اولا اینکه مطابق قوانین بین‌المللی افراد زیر 18 سال رو کودک میدونه، ضمن اینکه میگه هر نوع آزار و اذیت جسمانی و روحی و هر چیزی که مورد صدمه بشه جرم هست. و مورد بعدی که داره گفته میشه که این نیاز به شاکی خصوصی نداره کودک آزاری و جزء جرایم عمومی است و اگر کسی هم از کودک آزاری با خبر بشه و اون رو گزارش نکنه به حبس تا 6 ماه و جزای نقدی تا 500 هزار تومان در واقع محکوم خواهد شد. این بحث قانونیش هست. حالا چه سازوکاری وجود داره؟ یکی از سازوکارها اورژانس اجتماعی است که با شما تلفن 123 یا 123 در ایران فعالیت میکنه. بعد نیست صحبت حسین اسدبیگی رئیس همین اورژانس اجتماعی رو با هم مرور کنید. آقای اسدبیگی میگه که اولا شما میتونید با 123 یا همون 123 تماس بگیرید، اطلاعات لازم گرفته میشه از کسی که داره گزارش میده و اگر تشخیص بده اون فرد که نیاز به اعزام هست، اکیپی رو اعزام میکنه به محل و با اطرافیان و خود کودک مصاحبه میکنن. اگر خیلی مورد رو حاد تشخیص دادن، کودک رو از خونه میبرن و اگر نیاز به تشکیل پرونده قضایی باشه تشکیل پرونده میدن و حتی ممکنه کودک رو از پدر مادرش بگیرن. در حالی که اگر در کودک آزاری حاد باشه یا نه در تمام زمینه‌ها، به تشخیص اون مددکاریه که وارد به اون خونه میشه و میخواد کیس رو تشخیص بده. این روال کاریه که خودشون میگن، اما گویا خیلی هم درست عمل نمیکنه. یک مورد از انتقادها هم بد نیست با هم مرور کنیم. خانم زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امام علی، اون میگه که ما با پروسه سرگیجه آوری مواجه هستیم. گفته فرایندها برای ورود به یک ماجرای کودک آزاری انقدر زیاده که دست و پاگیر شده. مسائلی مثل اینکه ممکنه این اورژانس بیاد مراجعه کنه، اجازه ورود به خونه رو ندن و بعد مجبور باشه حکم قضایی بگیره یا پلیس رو خبر کنه، یا وقتی که اومدن اونجا اون کسی که تماس گرفته حاضر نشه خودش رو نشون بده و بیاد صحبت بکنه. مسائل از این دست هم وجود داره، اما همونطور که گفتی هم قانون و هم سازوکارش بالاخره موجوده. بله، ممنون از تو بهروز و توضیحاتت. اما برگردیم به سراغ تلفن‌ها. آقای مجید از تهران همراه ماست. آقای مجید سلام، بفرمایید روی خط هستید. الو. سلام آقای مجید، بفرمایید روی خط هستید. وقتتون بخیر. من با سلام و درود به شما و دیگر همکارانتون،
در رابطه با موضوع برنامه‌تون، به خصوص بخشی که الان فیلم شما ویدیویی رو به تماشا به اصطلاح نشون دادید، من میخوام بگم که خوشبختانه ما در ایران در حال حاضر با توجه به شرایطی که پیش اومده و برخورد مردم با این نوع مسائل، با این نوع موضوعات خیلی متفاوت شده با قبل از این. ببینید الان من دو سه مورد خودم به چش دیدم که برخوردی میشد، حتی یک خانم رو دیدم که یه خود تون با بچهش در یکی از خیابان‌های تهران برخورد کرد. من این رو به چش دیدم، بلافاصله دو خانم باهاش برخورد کردن که این بچه چه گناهی داره باهاش اینجوری رفتار میکنی، با اینکه هیچ چیزی هم نداشتن، رهگذر بودن. خوشبختانه الان فهم مردم ما نسبت به گذشته، حالا معذرت میخوام از میگم فهم، به اصطلاح اون فرهنگ مردم ما خیلی بالاتر رفته و نسبت به این جور مسائل. آقای مجید اشاره کردیم به بالا رفتن آگاهی، حالا در خبری که منتشر شده اشاره شده که در واقع کودک آزاری در صدر تماس‌های اورژانس اجتماعی ایران قرار گرفته. آیا این رو ناشی از بالا رفتن موارد کودک آزاری میدونید یا همونجوری که خودتون اشاره کردین بحث آگاهی هستش؟ نه خب من میتونم بگم شما خب کودک آزاری همیشه بوده. خب من خودم در سن خودم و اون موقعی که کودک بودم و همینطور که الان رواج داره تو خانواده ها میبینیم، تو رفتارها میبینیم، همیشه بوده. چیزی نیست که بگم الان بیشتر شده یا به قول معروف توسعه پیدا کرده. نه نه، این آگاهی مردمه. مردم دیگه مثل گذشته بی‌تفاوت با نسبت به اینجور مسائل رد نمیشن، واکنش نشون میدن. و اینکه آقای مجید با توجه به اینکه اشاره میکنید خیلی مثبت قضیه رو نگاه میکنید و اشاره میکنید که مردم آگاهیشون رفته بالا، خود شما به عنوان یک شهروند چقدر در ارتباط با قانونی که الان بهروز بهش اشاره کردین که حتی گزارش نکردن کودک آزاری در صورت مشاهده خودش میتونه جرم باشه، یا چنین چیزی رو شما پیشتر در رسانه‌ها یا در تلویزیون شنیده بودید؟ من بله خونده بودم، چون زیاد نشریه میخونم، به قول معروف رادیو اخبار زیاد میبینم با این جور مسئله. بله با این جور مورد، با این موضوع آشنایی کامل. ممنون آقای مجید از تهران. ممنون آقای مجید از تهران که تماس گرفتی، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اما بعد نیست نگاهی هم داشته باشیم نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی که بهروز برامون میگه. بله افشاری، در کامنت ها نمونه هایی داشتیم از بحثایی که کاربران مطرح میکردن، از اینکه کودک آزاری رو دیدن و یا خواستن ورود کنن به قضیه یا اینکه گزارش بدن. مثلا علی در اینستاگرام برای ما نوشته من در شهر بازی کرمان زنی رو دیدم که به شدت دختر 6 ساله رو میزد، خودم درگیر شدم نتونستم مانع بشم، پلیس هم ایستاده بود و تماشا میکرد. به اونا گفتم شما مجری قانون هستید مانع بشید، اما بی تفاوت نگاه میکردن و میگفتن برای ما دردسر میشه، میگه بچم او به کسی مربوط نیست. خب این روایت قابل توجهی، اگر درست باشه این بی‌تفاوتی پلیس، شاید یک راه مناسبش این باشه که همین رفتار پلیس رو هم گزارش بدن. و فرشاد نوشته که در ایران سرپیچی و سرباز زدن از قانون بسیار عادی و معمولی بدون عذاب وجدان اتفاق میفته. کاربر دیگه هم گفته در جه پاسخ به اینکه چرا این موارد گزارش نمیشه، گفته اینجا اینجور چیزا رو حریم خانواده میدونن. جالب اینه که خود سازمان بهزیستی اعلام کرده طبق قوانین موضوعه ایران دیگه کودک آزاری نمیتونه توجیه به نام چهاردیواری اختیاری داشته باشه. ما بازم به کامنت های شما در شبکه‌های اجتماعی برخواهیم گشت. ممنون از تو بهروز. به انگلیس بریم. آقای مسعود از طریق تلفن همراه ماست. آقای مسعود سلام بفرمایید. تا اینجا شنیدیم صحبت های برخی از بینندگان رو، دو تا از بله مثل اینکه ارتباطون با آقای مسعود قطع شد. به کرج بریم. آقای سینا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سینا سلام بفرمایید، روی خط هست. سلام سینا، شما بخیر. ممنون. من میخواستم بگم واقعا برخی از افرادی که چنین رفتارهایی دارن به اختلال روانی دچار هستن که هم سبب ضربه زدن به افرادشون میشه هم جامعه. در اینجا وظیفه اطرافیانشونه به نظرم که قبل از هر کسی جلوی اینها رو بگیره. نمونه بارز اینها آقای ترامپ با دیوانگی و دروغ. آقای سینا با شما خداحافظی میکنم، سپاس از شما که تماس گرفتید. به هر صورت یک معضل اجتماعی هستش که در ایران وجود داره. خوشحال میشم اگر بیاید در ارتباط با
اون صحبت کنه. البته بحث کودک آزاری بحثی نیست که مربوط به ایران باشه، در بسیاری از کشورهای مسئله هست، اما نگاه دقیق تری به اون میشه، کارشناسا در مورد اون صحبت میشه، آمارهای دقیق و شفاف در اون زمینه وجود داره و راهکار اندیشیده میشه برای کمتر شدن این موزل اجتماعی. به هر صورت به تهران بریم. آقای وحید از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای وحید سلام، بفرمایید روی خط هستید. آقای وحید اگر صدای من رو میشنوید بفرمایید روی خط هست. سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز. در این رابطه میخواستم موضوعی که شما امروز به بحث مثل این که بفهمید صداتون بخش میشه. بله، در مورد موضوعی که گذاشتید بحث کودک آزاری، اینا مشکلی که الان هستش به نظر من بیشتر بحث گزارش دادنه. یعنی الان شما میبینید با توجه به گروه هایی که هستن توی کشور، حالا گروه های مدنی مختلف یا سازمان بهزیستی و اینا که هستن، پیگیری این امور خیلی خوبتر شده نسبت به سالهای قبل. ولی مشکل اینجاست که برخی از افرادی که مطلع میشن، کودک آزاری هم اقسام مختلف داره، یعنی حالا به خاطر واژه آزار ما نباید فکر کنیم فقط منظور همین بحث... اتفاقا وید یه سوالی که اینجا پیش میاد بذار خودت بپرسیم با من یک شرف، کودک آزاری رو چی تعریف میکنی؟ ببینید کودک اسمش رو شد دیگه، کودکه، یعنی شما کوچکترین حرکتی علیه یه بچه باشه که با اون روحیاتش با اون سن و سالش مخالفت داشته باشه، فرض کنید پدر و مادر بیاد این رو کتک بزنه، حداقلش رو دارم میگم، تا برید بالا این میشه کودک آزاری. یعنی الان شما شاید ببینید دیگه برخی از کودکانی که میبینید چند ماه یه دفعه میبینید مثلا میرسه به بیمارستان، متوجه میشن که آقا این چند ماهه که توی خونه بالا توسط پدر مادر یا نامادری ناپدری مورد آزار اذیت قرار میگرفته، بدن کبود فلان، اما میبینید که گزارش داده نشده. میری از همسایه‌هاشون هم میپرسی، میگن آقا بله ما میشنیدیم، ولی این احساس مسئولیت رو پیدا نکرده بودن. خب گزارش بدن فکر میکنی علت چیه وحید؟ فکر میکنی دلیل چیه؟ دلیلش بیشتر فکر کنم دلیل شخصی مردم باشه، یعنی علاقه به پیگیری و ادامه این مثلا اینکه بخوان بگن و اینا، شاید یه مقدار نگران باشن از اینکه برن بگن، براشون از طرف اون فردی که داره کودک رو آزار اذیت میکنه مشکلی ایجاد بشه، یعنی بیشتر فکر کنم این باشه، یعنی چیزی نداره. من در حالا یه نکته هم به ذهنم رسید گفتم خدمت شما بگم، من پیشنهاد میدم حتما در مورد این سخنان ضد ایرانی آقای ترامپ هم یه برنامه بذارید. آقای وحید نظرتون رو شنیدیم، به هر صورت ممنون از شما که تماس گرفتین و نظرتون رو در برنامه امروز من در واقع با ما به اشتراک گذاشتید. به ایران بریم. آقای امیر از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای امیر سلام، بفرمایید روی خط هست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجریان محترم و بینندگان عزیز صدای آمریکا. ممنون. صدای من با بله بفرمایید آقای امیر. خدمتتون عرض کنم در جمهوری اسلامی ایران اگر قوانینی وضع شده باشه احتمالاً ضمانت اجرایی مناسبی نداره. و شما پرسیدین شکل کودک آزاری چه حالتایی میتونه داشته باشه؟ من خدمتتون عرض میکنم حتی هر رفتاری، هر چیزی که مثلا صحنه ای رو فرض کنه جلوی کودک پیاده کنه پدر و مادر یا هر شخصی، اونم از مصادیق کودک آزاریه، چه بسا که اون واقعا خیلی بیشتر باید تحت تعقیب قرار بگیره. مثلا ما بفرمایید آقای امیر، دو تا بحثی که بینندگان قبلی بهش اشاره کردن، یکی بحث ضمانت اجرایی وجود نداشتنش هستش که طبیعتاً قوانین وقتی وجود داره اونقدر در زمینه اجرا کردن اون قوانین ضعیف عمل میشه. مواردی بود که بهروز هم اشاره کرد که حتی پلیس هم نظارگر کودک آزاری بوده اما واکنشی نشون نمیدن. بحث دیگری که بیننده قبلی آقای وحید هم بهش اشاره کردن که برخی حتی همسایه در قبال همسایه وقتی چنین چیزی رو میبینه به خاطر مشکلاتی که احتمال داره به از طریق گزارش دادن اون کودک آزاری براشون پیش بیاد صرف نظر میکنه از انجام این کار. خب بله، من خودم در جریان یک مورد بودم، پدری میاد خانومشو در واقع میبره در یه جایی همراه بچه، ببخشید مثلا مورد ضرب شد قرار میده، بعد اینو فکر میکنه مرده، میبره میخواد بسوزونه،
بچه نظارگر این صحنه میشه. واقعا ببینید کجای این قانون، کجای این اون شهرستانی که حالا این اتفاق توش افتاد، پلیس اومد اینو بررسی کرد، اینو مورد کنکاش قرار داد که تو به چه دلیل اول این کارو کردی، بعد ثانیا چرا اون بچه رو همراه آوردی؟ الان بچه اوتیست شده، یعنی واقعا دچار بیماری روانی شده. پس بنابراین نتیجه میگیریم اگر هم که باشه پلیس ایران شاید میگم شاید نه دانش کافی داشته باشه برای این قضیه و نه اینکه ضمانت اجرایی خوبی باشه. ممنون آقای امیر از ایران که تماس گرفتید و نظرتون رو در برنامه منعکس کردید. به نیمه برنامه روی خط رسیدیم، در ادامه برنامه همراه ما باشید. همراه ما هستید در برنامه روی خط. برنامه امروز اختصاص داره به موضوع کودک آزاری در صدر تماس‌های اورژانس اجتماعی، اما در این بخش با بهروز موضوعی رو مطرح خواهیم کرد که یکی از بینندگان اشاره کرده بود که شکایت از یک خانواده، پدری که کودکش رو ضرب و شتم داره میکنه، میتونه برای اون فردی که شاکی هست مشکل ایجاد کنه. اما بذارید از این منظر با بهروز صحبت کنیم که اینو واقعا این چنین چیزهایی در ایران هست و اینکه چه مشکلاتی در پی داره و راه حلش چی بوده؟ مشکلی که وجود داره بحث در هم تنیدگی مباحث شرعی و قانونی در ایرانه. شاید در حادترین وجهش که بحث کشته شدن فرزند باشه، چون اینجا بحث شرعی میگه که پدر قصاص نمیشه بابت کشتن فرزندش، این تصور ایجاد شده باشه که در واقع فرزند، پدر صاحب اختیار فرزند هستش. اما همونطور که در بخش اول توضیح دادیم، ما قانونی برای حمایت از کودکان داریم که هر فرد زیر 18 سال کودک میدونه و اگر اون کودک هر نوع صدمه جسمی، روحی، عاطفی بخوره، چه از طرف پدر چه هر کس دیگری، برخورد خواهد شد با او. این یک بخششه. بخش دیگر اینه که ایران کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفته و متعهد هست به این که به لحاظ قانونی این مسئله رو هم پیگیری کنه و حافظ حقوق هر فرد زیر 18 سال که کودک نامیده میشه باشه. بنابراین به نظر میرسه که یک مقدار این تصور نادرست هست، همونطور که خود سازمان بهزیستی میگه، تمام مقامات ایران میگن باید کودک آزاری رو گزارش کرد و اگرچه در بعضی موارد بوده، مثل همون موردی که چند روز پیش در بخش مرور فضای مجازی به نقل از خانم نسرین ستوده اعلام کردیم، بعضی پرونده ها درست پیش نمیره و قانونی پیش نمیره، اما لااقل بستر قانونیش وجود داره و خیلی از مقامات ایران ادعا میکنند که این مسئله رو پیگیری خواهند کرد. ممنون از توضیحاتت بهروز. برگردیم به خطا. خانم پرستو از خوزستان همراه ماست. خانم پرستو سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام علیکم، خسته نباشید. ممنون، بفرمایید خانم پرستو. ببخشید، من بچه من 14 سال تو بیزیسی بود، 14 سال بچه من تو بیزیسی بود به علت نداشتن جا و امکانات اینا. الان بچه من ترخیصش گرفتم ولی متاسفانه از لحاظ روحی اینقدر خرابه، اینقدر وضعش خرابه که من نمیدونم. امروز در اومدم بهش گفتم من نمیتونم، خرجت بالایه، تو هم بی‌سرپرستی، بفرستمت بیزیسی همونجا که بودی. گفت من حاضرم خواب بشم یا برم زیر پلا بخوابم و نمیخوام برم اونجا. بچه بله این سر این بچه اومده که میترسه دم در بره، یا میخوام بریم مثلا دعوت میشه مهمانی، این بچه با من نمیاد، میترسه نکنه میخوایم من اونجا برگردونی. من نمیدونم با اونجا چی بلایی سر این بچه من اومده که نمیدونم میبرمش پیش روانشناس، میترسه صحبت کنه.
به محضی که من گوشی برمیدارم میخوام به یکی زنگ بزنم، میگه نه خونه داری زنگ میزنی، میخوام بیان منو ببرم. خب خانم پرستو، هرگز شما خودتون در مورد این مسائل آموزشی با بچهتون صحبت کردین یا ایشون بعد از ترخیص از بهزیستی هرگز با شما صحبت کردن که چه اتفاقی براشون رخ داده، چه مسئله باعث این ترس شده؟ الو 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 بفرمایید. بچه من وقتی من باهاش صحبت میکنم همش ترس وجودشه، ما وادتی میخواد دوباره برگرده و اونجا زیر شکنجه قرار بگیره. وقتی که من آوردمش با ترس و لرز مثلا غذا خوردن و اینایه. خب یه مقدار پیشتر میتونم بپرسم که چرا اصلا با حضور شما بچه به بهزیستی رفته؟ آها، من به علت بدهی باباش که خودشو پشت از بین فوت کرده. برشاد سپاس از شما خانم پرستو، ممنون که تماس گرفتین، تجربتون رو در این زمینه برای ما شرح دادید. به انگلیس بریم. آقای مسعود از طریق تلفن همراه ما، شاید آقای مسعود که از انگلیس تماس بگیرن بتونن تجربه چنین مسئله ای رو در انگلیس رو برای ما شرح بدن. آقای مسعود سلام، بفرمایید، روی خط هستید. بله، مثل این که ارتباطون با آقای مسعود مجدد وصل نشد، اما در این بخش بذارید نگاهی کوتاهی داشته باشیم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی با بهروز. بله، دوباره سری بزنیم به اینستاگرام، جایی که کاربری به نام اصلانی برای ما نوشته شکر خدا ما قانون کم نداریم که هیچ، زیادش هم داریم ولی یا دل بخواهی اجرا میشه یا اصلا اجرا نمیشه. کسی هم در جریان نیست همچین قانونی هست. در مورد همین قانونی که ما امروز داریم صحبت میکنیم و توضیح داریم در موردش صحبت میکنن ایشون. رضا هم گفته والا من یه بار گزارش کردن، گفتن با مدرک پیگیری کنین، گفتم من شاکی نیستم، خلاصه کاری کردن که بیخیال بشیم و تا وقتی این مثلا خانواده همسایه‌مون بود هر روز صدای فوش و گریه و زاری میومد. با توجه به اینکه یه نمونه دیگه هم داشتیم که یکی از مخاطبان تماس گرفت و این موضوع رو اعلام کرد، به نظر میرسه که این سیستم در واقع اورژانس اجتماعی یک ضعفای این چنینی هم داره. کاربری به نام زیزی گفته مشاهده که زیاد کردم اما اعلام نه، چون این کار هیچ موقع تموم نمیشه. و البته جای سوال این هست که توقع دارن چجوری تموم بشه وقتی هیچ کسیش اقدامی نکنه. آخرین کامنت در این بخش هم زیبا، باز هم یک تجربه ناموفق رو برای ما روایت کرده، گفته من خودم یک مورد رو یک بار گزارش کردن، با من مثل متهم ها برخورد کردن، همش به من مشکوک بودن که دارم گزارش اشتباه میدم، آخر سرم آدرس نگرفتن و به من پیشنهاد کردم از اون خانم بپرسم چرا این کار رو کرده، شاید مشکلی داره. در واقع این همون بحث بود که یکی از بیننده ها بهش اشاره داد، بحث ضمانت اجرایی قوانین در ایران. به ایران بریم. آقای حمید از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای حمید سلام، بفرمایید، روی خط هست. بله، با درود به شما. من خب همونطور که میدونید بینندگان قدیمی شما هستم و من انتظار داشتم صدا میکنم امروز درباره این سخنرانی ترامپ صحبت کنم. به هر صورت آقای حمید نشد و امروز موضوع برنامه به این مسئله اختصاص داشت، بفرمایید. من در این موضوع فکر میکنم اگه شما یک کارشناسی می آوردید که بحثا رو این مقدار علمی و شما نظری در این ارتباط ندارید پس خودتون آقای حمید؟ نه، من خودش استفاده کنم ولی کاش خیلی متخصصی بود که. ممنون شما که تماس گرفتیم. به ترکیه بریم. آقای رحیمی از ترکیه از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رحیمی سلام، بفرمایید، روی خط هستید. خوشحالم میشیم اگر تجربه خودتون از کشوری که تماس گرفتید ترکیه برای ما بفرمایید. آقای رحیمی از ترکیه از طریق اسکایپ اگر همراه ما هستید بفرمایید. بله، مثل اینکه ارتباطون با ایشون هم مشکل داره. بعد نیست ما نگاهی داشته باشیم به یکی از نشستهایی که چند وقت پیش برگزار شد، نشستی با عنوان نشست بررسی راهکار پیشگیری و کنترل کودک آزاری که در بخشی از اون که با چند حضور چند مهمان برگزار شد، در بخشی از اون آقای یحیی کمالی‌پور رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهاراتی کرده، اشاره کرده به برخی از نکاتی که در زمینه کودک آزاری وجود داره، کمکاری هایی شده و اینکه مقصر چه کسیه. ببینیم اون رو با هم برمیگردیم. اما چرا این قانون های در حال اجرا نتوانسته خواست عموم رو برآورده بکنه؟ مگر قاتل این چند تا کودکی که
به نحو فجیحی کشته شدن بی گناه، مگه اعدام نشدن؟ چرا این اعدام ها در ذهن مردم ما تأثیر مثبت نمی گذارد؟ پایه های اعتقادی و عاطفی خانواده هامون متزلزل شده. وقتی که از پیرمرد 70 سالمون دنبال هوس بازی است تا جوان 18 سالمون الان با صدها زن به اقناع نمی رسه، چه کار کردیم با فرهنگ اصیل خودمون؟ عیب کار کجاست؟ از دستگاه قضا گرفته، مجلس گرفته، نیروی انتظامی گرفته، خانواده و فرهنگ گرفته، همه ما ها مقصریم و باید پاسخگوی این تقصیر باشیم. گناه هم بگردن هیچ کس نندازیم. همه ما به یک اندازه مقصر است. مادر که بچه‌شو میفروشه رو بیپولی دیگه. شغل نداره یا خانواده که شغل نداره یا مشکل فرهنگی داره، کی بعد این مشکل تو نمیتونی گردن مردم بندازیم. بله، به سراغ خط ها بریم مجدد. آقای محسود از تهران اگر صدای من رو میشنوند بفرمایید روی خط است. بله، این ماجرای کودک آزاری متاسفانه شیوعش باعث دو نوع عوارض شده. یعنی یه عارضه کوتاه مدته که گریبان خود کودک و روانش رو درگیر میکنه. صدای منو دارید؟ بله بفرمایید آقای محسود. بله، و متاسفانه در ادامهش این عارضه تأثیر میذاره در ناخودآگاه. این کودک وقتی بزرگ میشه، قد میکشه، وارد جامعه میشه، حتی ممکنه موفق باشه، یعنی در تجارت موفق باشه، در سیاست موفق باشه، اما اون عوارض کاری به سر روان این کودک میاره که آقای مسعود، من سوالی از خدمتتونه. آیا خبری که مرگ کودک 11 ساله با 50 ضربه چاقو بود رو شنیدید، این خبر رو؟ بله این خبر رو شنیدم، منتها عرایض بنده تموم نشد. اجازه نمیدید من جملاتم رو؟ خواهش میکنم بفرمایید. داشتم عرض میکردم که این عارضه که حالا ممکنه در اصل تجاوز یا در اصل دستلازه یا هر چیزی بوده باشه، کاری با این کودک میکنه که وقتی بزرگ شد میاد و پشت تریبون سازمان ملل. آقای مسعود با شما خداحافظی میکنیم. آقای مسعود، دلیلش این بوده، خیلی ساده بوده که بنده به شما اجازه ندادم که صحبتتون رو ادامه بدید. خواستم از یک موزلی که همین دو روز پیش در ایران رخ داد، کودک 11 ساله‌ای که با 50 ضربه چاقو کشته میشه، صحبت کنم. شما نظرتون در مورد این مسئله بپرسیم. فرد قاتل یک کودک، در واقع کودک نه، یک جوان 22 ساله بوده، به دلیل اینکه در توجیه این عملش گفته بود که به دلیل اینکه در کودکی به خود ایشون تجاوز شده، حال اومده یک بچه 11 ساله رو به این شدت با این خشونت به قتل رسونده. حالا شما میتونید تماس بگیرید و مباحث رو به این صورت با کلمات بازی کنید که در نهایت بخواید چنین چیزی رو مطرح کنید. به هر صورت ممنون از شما که تماس گرفتید، بر نوعی و برنامه ما رو دارید تماشا میکنید. شاید حداقل تاثیر کوچکی بتونه در روند بهبود شرایط و مشکل کودک آزاری در ایران این برنامه داشته باشه. اما به دقایق پایانی برنامه روی خط نزدیک میشیم. در ادامه برنامه روی خط همراه ما باشید. نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران. بله، به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. برنامه امروزمون اختصاص داره به موضوع کودک آزاری در صدر تماس‌های اورژانس اجتماعی ایران. اما نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی که بهروز برامون شهر میده. بله، رها نوشته باید به بچه‌ها تو مدرسه آموزش بدن که در چه شرایطی میتونن به 123 زنگ بزنن و مشکلشون رو عنوان کنن. این بحث رو یک
مخاطب دیگه هم عنوان کرده بود و گفته بود که اساساً این شماره رو خیلی نمیشناسن. به نظر میرسه همینطوره. البته یه مشکلی که وجود داره در ایران که برای هر خدماتی یک شماره جداگونه اختصاص دادن، اما بد نیست این شماره که اتفاقاً برای بچه هم حفظ کردنش آسونه رو خانواده ها بتونن بهشون یاد بدن، یا در مدرسه ها 1-2-3 شماره به همین راحتی. ماهان گفته کودک آزاری فقط کتک زدن نیست، اگر به فرزند خود فشار روحی بیاوری که اگر نمره بیشتر نگیری من میدانم با تو یا فلان میکنم یا حبسش کنی در اتاق، هم کودک آزاری است. بله، این رو افشار هم توضیح داد که کودک آزاری بسیار گسترده است. شاید اون بخشای خیلی دلازارش مثل تجاوز و آزار جنسی خیلی به چشم میاد، اما همین کودک آزاری های عاطفی و روحی هم بحثی است که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره و از کنارش آسون نگذشت. اما به تازگی یک گزارشی در روزنامه شهروند هم منتشر شده که اگر با هم نگاهی به اون بیندازیم بد نیست بخشایی از این گزارش. افشار، در این گزارش گفته شده که راه گزارش کودک آزاری به همین اورژانس اجتماعی 123، بله شما تصویرش هم میبینید، راهی پر پیچ و خم هست، مشابه همون چیزی که مخاطبای ما هم اعلام کردن، حتی تیتر مسیر پر پیچ و خم رو انتخاب کردن که تصویر ما هم با پیچ و خم کردن، بله با پیچ و خم همراه شد و گفتن که به هر حال هم اینها این اورژانس کمبود نیرو داره و هم این که به هر حال به خاطر بحثای فرهنگی که در ایران وجود داره شاید خیلی اعتماد نکنن به گزارش همسایه‌ها یا آشنایان. بخشی حالا داریم این گزارش رو میدیدیم، بحثی که بخش اول هم بهش اشاره کردیم، مسئله اینه که از پشت تلفن باید در واقع باور بشه. این موزلی بود که یکی از کاربران هم در شبکه اجتماعی نوشتن که زنگ زدن برخورد به نوعی بوده که در نهایت آدرس هم نگرفتن. خب این رویه به چه صورته؟ تو این گزارش بهش اشاره شده اصلا؟ البته خیلی جزئی اشاره نشده، اما خب این بحثی که در سایر کشورها هم وجود داره. شما در مثلا همین آمریکا هم موقعی تجربه بخواهیم بگید، اگر بخواید چیزی رو گزارش کنید اطلاعات کامل میگیرن از شما و فکر میکنم یه خورده به لحاظ فرهنگی اگر اینم جا بیفته تو ایران که وقتی دارن چیزی رو گزارش میکنن این که ازشون اطلاعات کامل میگیرن دلیلی برای نیست که حرفشون رو باور نکردن یا اونها رو متهم میدونن. به هر حال اونها هم باید خیلی مستند این موارد رو در واقع ثبت کنن و بعداً وارد عمل بشن. اما همونطور که در هم کامنت ها داشتیم هم با تماسه که گرفته بودیم، گویا ایراد و اشکال هم زیاد هست، اما اینها نباید باعث بشه که اساس این سازوکاری که وجود داره رو شهروندان در نظر نگیرن. ممنون از توضیحاتت بهروز. برگردیم به خطای تلفنمون. آقای آرش از کانادا از طریق تلفن همراه ماست. آقای آرش سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. ممنون از شما. آقای آرش؟ بله من هستم. بفرمایید. من موقعی که زنگ زدم این برنامه شما رو دیدم، خب خیلی خوشحال شدم که شما در مورد کودک آزاری این برنامه رو اجرا میکنید. من توی کانادا زندگی میکنم و حدود 20 ساله که در رابطه با کار کودک آزاری کار میکنم و به حساب مواردی رو که اینجا کودکان مورد خشونت قرار میگیرن و مورد بازرسی، بررسی، جستجو قرار میدم. حالا این بعضی موقع توسط پلیس انجام میشه و افرادی رو که بچه‌ها رو مورد آزار و اذیت قرار میدن ما اینجا تحت پیگرد قانونی قرار میدیم و مطابق قانونی که اینجا باهاش به حساب وجود داره با اون افراد برخورد میکنیم. من فکر میکنم توی ایران هم باید یه قوانینی شبیه اینجا داشته باشن و باید واقعا قوانین رو اجرا بکنن. ما توی استان اونتاریو کانادا فقط سالانه 1.5 بیلیون خرج میکنیم که از حقوق بچه ها حمایت بکنیم در اینجا. آقای آرش سوالی خدمتتون داشتم. با توجه به اینکه گفتین در این زمینه سالهاست که کار میکنید، بخواید اگر اشاره‌ای داشته باشید برخی از کارهایی که بتونه بازدارنده باشه یا حداقل کودکان رو حفظ کنه از در معرض کودک آزاری قرار گرفتن، مواردی هست که بخواید برام توضیح بدید در مورد؟ مسلما اول اینکه هر پدر و مادری که به این برنامه گوش میکنه بایستی بدونه بدترین خیانتی که در مورد بچهش میتونه انجام بده اینه که اون بچه رو مورد آزار و اذیت قرار بده. ما همه میخواییم که در آینده بچه همون موفق بشن و افرادی باشن که بتونن به طور مستقل زندگی خودشونو اداره بکنن. اگر ما بچه همونو بزنیم ما
اعتماد به نفس اینا رو به طور کلی از بین میبریم و اینها فردا وقتی که بزرگ بشن توی جامعه افراد مؤثری توی جامعه نخواهند به خاطر اینکه اعتماد به نفس ندارن و به حساب تحت خشونت قرار گرفتن توی خانواده خودشون. خب اول از اینجا شروع بکنیم که همه پدر و مادرها باید بدونن این کارو نکنن چون که به نفع خودشون نیست. ما پدر و مادرها باید بدونن که باید مهارت پدر و مادر بودن خودشون رو بالا ببرن، بچه ها رو مورد آزار و اذیت قرار ندن. خب این یه خیلی بحث گسترده ای، حالا من میتونم خیلی راجع به موضوع پدر و مادرها صحبت بکنم که به مهارتشون برمیگرده، به اینکه چطوری بچه‌هاشون رو تربیت بکنن و چه کارا باید بکنن. فکر نمی‌کنم که شما این وقت رو امروز داشته. نه متاسفانه. اما یه سوال دیگری هم که وجود داره آقای آرش اینه که چطور میشه جامعه رو تشویق کرد به نوعی در واقع همیاری و همکاری در این زمینه و در واقع اشتراک و مشارکت بیشتر مردم در چنین مسائلی که اونها هم این در واقع احساس مسئولیت شهروندی رو در قبال چنین مسئله‌ای داشته باشن، چطور میشه اونها رو تشویق کرد؟ برای پیشرفته خیلی خرج این موضوع میکنن که به قول این وریا میگن پابلیک کمپین یا کارزارهای اجتماعی برگزار میکنن و پول زیادی خرج میکنن، همه رو در این مورد آگاه میکنن راجع به اینی که کودک آزاری چه معایبی داره و چه خسارتهایی رو به طور پیوسته برای یه جامعه ایجاد میکنه صحبت میکنن و فرهنگ سازی میکنن توی اینجا و مردم هم یاد میگیرن و متوجه میشن که نباید این کارو بکنن. ولی با همه این فرهنگ سازی هایی هم که میشه حتی تو جوامع پیشرفته هنوز کودک آزاری ادامه داره و انجام میشه، ولی خب مقدار حادثه هایی که در هر حساب جامعه اتفاق میفته متفاوت هستش. هیچ چیزی بیشتر از فرهنگ سازی نمیتونه کمک بکنه چون که این مسئله به آگاهی احتیاج داره و بدون یک آگاهی بزرگ اجتماعی ما نمیتونیم این موضوع از توی جامعه برش داریم. بنابراین ما باید خیلی خیلی پول خرج بکنیم و فرهنگ سازی بکنیم با معلمامون، با کسایی که به طور مدام با بچه ها سر کار دارن، با شهروند هامون که توی جامعه دارن زندگی میکنن و میخوان یه جامعه سالم و سلامتی داشته باشن. ممنون از شما آقای آرش از کانادا که تماس گرفتیم و در واقع تجربه هاتون رو با بینندگان برنامه روی خط در میان گذاشتید. به تهران بریم. آقای سعید از طریق تلفن همراه ماست. آقای سعید سلام بفرمایید، روی خط هستید. الو سلام. خسته نباشید. ممنون، مرسی. وقتتون بخیر. بریم نوای سیگارچی، ایشون داشتن درباره از فرهنگ صحبت میکردن. ما بزرگترین فرهنگ رو در جهان داریم ولی متاسفانه از زمانی که انقلاب شده تمام زیرساختای یه خانواده رو که برادر برادر دوست داشته باشه، پدر پسر دوست داشته باشه، مادر دختر دوست داشته باشه، همه از بین رفته یا اینا رو دشمنی گرفته. و وقتی شما نگاه میکنید فشار اقتصادی انقدر زیاده این خانواده، اینا دیگه هیچ کاری ندارن، کوچکترین فرد خانواده فرزنده بچه هست که فشارش رو اون بچه وارد میکنن. من خودم ده ها بار دیدم تو پارکای محلمون میزنن بچه هاشون ها. خب همین آقای سعید، همین بحثی که دارید اشاره میکنید بر اساس قوانینی هم که در ایران وضع کردن و در مورد صحبت شده، این حق قانونی به شما به عنوان یک شهروند داده شده که چنین مسئله‌ای رو گزارش بدین و قانون میبایست که از شما حمایت کنه. اصلا آقا سیگارچی شما خودتون بهتر میدونید تو ایران قوانین یه چیز مذهبی با کمال پوزش مزخرفی، قوانینی در ایران وجود نداره. اگه قوانینی وجود داشته باشه سر چهارراهی کشور ما بچه های 6 ساله 7 ساله شیشه های ماشین پاک نمی کنن، پول نمی پوشن، بچه هایی که الان بعد سر کلاس مدرسه باشن. ممنون آقای سعید از تهران که تماس گرفتید و نظرتون با ما در میون گذاشتید. به ترکیه بریم. آقای رحیمی از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رحیمی سلام بفرمایید، روی خط هستید. آقای رحیمی سلام. آقای سیگار سلام. خسته نباشید. ممنون. من خیلی مختصر و مفید عرایزم رو عرض میکنم. من آقای سیگارچی، پدرم خیلی من رو کتک میزد موقعی که بچه بودم، یعنی میزد به قصد کشت که تیکه تیکه میشد بدنم. و
بعد در سن 15-16 سالگی هم نامه نوشتم به دادسرا، من رو به دادسرا معرفی کردن که ایشون داره به خمینی و جمهوری اسلامی و اینها توهین میکنه. با اون تربیتی رو که در ایران دیدم خیلی مشکل داره آقای سیگارچی، از ریشه کار خرابه. این چیزی رو که من الان دارم اینجا میبینم با چیزی که در ایران دارم میبینم زمین تا آسمون فرق میکنه. ما جای توریستی زیاد رفتم، بچه های کوچیکو که با پدر مادرشون هست زیاد دیدم، هم که تو ترکیه هم جای توریستی ترکیه که اروپایی هستن. اصلا جوری دیگه است، داستان جوری دیگه است آقای سیگارچی. مشکل هست. ممنون آقای رحیمی، مرسی از شما. آقای رحیمی هم به بحث فرهنگ اشاره کرد، چه بیننده دیگر هم به این مسئله اشاره کرد. اما به پایان برنامه امروز رسیدیم. از سایر بینندگان عذرخواهی میکنم که فرصت نشد که روی خط بیان، اما پیش از اینکه به سراغ مهمترین های فضای مجازی بریم، جا داره اشاره کنم که قراره که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تا دقایق دیگر در سازمان ملل سخنرانی داشته باشند که به محض آغاز سخنرانی ایشون میتونید از طریق تلویزیون صدای آمریکا به صورت با ترجمه همزمان اون رو ببینید. به محض آغاز سخنرانیشون برنامه صحبت‌های ایشون رو با هم میشنویم. اما در ادامه برنامه روی خط جا داره نگاهی داشته باشیم به نظرات در واقع مهمترین های فضای مجازی که بهروز برای این بخش آماده کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن نیروهای انتظامی با کارگران معترض در عراق خبر می‌دهند. بنا به عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده روز سه‌شنبه، دو تجمع جداگانه از سوی کارگران کارخانه آذرآب و کارخانه هپکو برگزار شدند. نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور گسترده در محل تجمع در نهایت به سمت کارگران معترض حمله ور شد و تعدادی رو هم بازداشت کردند. امیر ابتهاج یکی از کاربران توییتر با انتشار این عکس‌ها دلیل اعتراضات کارگران رو عدم پرداخت دستمزدشون برای ماه‌ها دونسته و فائزه کاربر دیگری که با انتشار این فیلم توییت کرده تیراندازی جواب کارگران معترض به ندادن حقوقشان است، سرکوب ادامه دار کارگران کی پایان می‌پذیرد. و کسرا هم با انتشار عکس‌های توییت کرده کارگران هپکو و آذرآب عراق خط راهن و جاده تهران را به علت تعویق در پرداخت دستمزد بستند. حضور نیروهای امنیتی و سرکوب در عکس ها پیداست. در عکس ها میبینید که تجمعات شلوغی است با حضور پررنگ نیروهای انتظامی و امنیتی. اما در پایان این فیلم رو ببینید که در شبکه‌های اجتماعی بسیار دست به دست شد و کارگرها خطاب به نیروی انتظامی شعار میدن کارگر بیچاره کتک زدن نداره. شما هم میتونید عکس ها و فیلماتون رو برای انتشار در این بخش برای ما به آدرس sendvoa در تلگرام بفرستید. بله، برنامه امروز با موضوع کودک آزاری در صدر تماس‌های تلفنی اورژانس اجتماعی ایران هم به پایان رسید. موضوعات پیشنهادیتون رو برای ما ارسال کنید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا فردا و شب روزگار خوش. وقت بخیر. صدای آمریکاست.